سلام و درود به شما دوستان و همراهان بسیار عزیز امیدوار هستم که در هر جایی که هستین سر حال و شاداب باشید. چند روز پیش آقای غنی احمدزی گفت که کسانی که تعصب و فساد نکنن وحدت ملی را آسیب نرسانند تنها غنی نه بلکه تمام کسایی که مبتلا به این بیماری تعصب و نفرت قومی هستند خود را صاحب افغانستان میدانند و دیگران را مهاجر و سزاوار کوچ اجباری حتی دیگرا را مستحق دفاع از خودشان مستحق اعتراض در برابر به ها و ظلم هایی که از جانب عوامل گوناگون بر اونها اعمال میشه هم نمیدانند یک سری نوشه ها و مزلس های آقای غنی هم در ارگ عین ادبیات را استفاده میکنه و بر علیه مردم تبلیغ میکنند. به عبارت ساده تر وقتی ما فریاد میزنیم که ما به شما رأی دادیم شما حکومت هستین و مسئول هستین که امنیت جان و مال ما را بگیرین وقتی ما فریاد میزنیم که ما را نکشین زمین و خانه ما را تسخیر نکنین ما هم حق زندگی داریم اون وقتی اکثری میگه که شما قوم پرستی میکنین شما تعصب را دامن میزنین اما وقتی یک جنرال ارتش از موقف یک پست نظامی دستور میده که همه با افتخار قتل آن بکنین وقتی یک نماینده پارلمان میای مردم را تهدید به تکرار تاریخ و نسل, نسل کشی میکنه هیچ وقت متهم به تعصب و ترویج نفرت های قومی نمیشه بگذارین راست برم سر اصل مطلب اصل مطلب ای است که وقتی حکومت غنی احمدزای سر مردم بهسود لشکرکشی و بدماشی و داکوگری را انداخت البته این بدماشی و داکوگری هنوز هم جریان دارد خود حکومت دسیسه ساخت در تیاره ای که دو پیلوت لازم هست چهار پیلوت و پنج نفر دیگه از نیروهای زبده امنیتی را بار کرد بعدش از یک تیاره سرش سر اون چرخبال شلیک کرد و از یک تیاره دیگه هم فیلم گرفت و پخش کرد تا از این طریق حمله حمله و وحشیگری و گوشایی خود سر مردم بهسود مشروعیت ببخشه و از سوی دیگه اذهان عامه را برای از بین بردن نیروهای خیزش مردمی در بهسود که به خاطر دفاع از مال و جان خودشان در برابر حجوم کوچه ها در برابر تروریستان طالب و دایش مسلح شدن اذهان عامه را با حکومت همسو بکنند و از سوی دیگه تمرکز مردم را از مسئله تجزیه اقوام از طریق درج در تذکره منحرف بکنه و از همه مهمتر یک جنگ تمام ایار روانی و رسانه را بین مردم ور بکنه که موفق هم شد متاسفانه و این جنگ در گره. بعدش فردای همون روز این آقای رئیس جمهور در حالی که مردم به جان هم افتاده و شعله نفرت های قومی فواره میکنه ایشان با بیخیالی تمام تیارش سوار میشه و میره بند کمال خان را افتتاح میکنند تا نشان بده که در این کشور امن و امان از هیچ مشکلی وجود نداره و پروژه بند کمال خان که در دا زمان داود خان شروع شده بود و امروز با بالاخره با پول و تکنولوژی و از, خیر، از خیرات سر خارجی ها به اتمام رسید را با تمام بشرمی و ششم سفیدی با پای خودش تبت کنند قبل از همه چیز باید درس کنم که من برای اون نه نفر سرباز و ده ها و هزاران نفر انسان بیگناه دیگه که تا حال در اقصان و کشور قربانی بازی کثیف سیاستمداران متعصب و فاشست میشن قلبا متاسف هستم و امیدوارم که روز مردم افغانستان به خصوص شماهایی که از سیاست های غلط و قومی حاکمان متعصب و کردل طرفداری میکنین آگاه شوین و درک کنین که این سیاست های کسیف و برخواسته از یک ذهن تکامل نیافته تاریک و کور و مملو از تعصب و نفرت،, نفرت, از تمام مردم افغانستان و همچنان از خود شما قربانی گرفته از پشتون گرفته تا تاجیک و ازبک و هزاره و سیک و همه و همه قربانی این ذهنیت عقب مانده و سیاست های نجیس و ناکارآمد حاکمان سرزمین بوده میدانم شماهایی که ذهن و زمیرتان مصاب و مبتلا به بیماری تعصب قومی و زبانی هست حتی برای یک دقیقه هم نمیتونن خود از بند اون نفرت ها و انزجار های قومی که حتی تولید افکار خودتان هم نیست رها بکنید و مثل یک انسان خردمند با شعور و مستقل فکر بکنید و مسائل را تحلیل کنید و این پرسش ها را در ذهنتان در ذهن خود مطرح بکنید که چرا این کشور هیچ نمیتونه سر سر پای خود استاد شود چرا این کشور باید همیشه میدان تاخت و تاز بیگانه ها باشد چرا هر بدبختی فقر بیچارگی طالب و کوچی و ترور و دهشت و وحشت و عقب ماندگی در دنیا هست باید نصیب مردم افغانستان شود عامل این همه بدبختی واقعا چی کسی و چی کسانی هستند و جای اینکه که یک کم ذره تفکر و تعقل بکنیم می این با چشم و گوش بسته و ذهن پلم شده دیگران را متهم به ترویج تعصب و قوم پرستی و دفاع از علی پور دا رو نمی و میکنه در اکثر که دیگران را دادان میته، همون همونها کرده می و جالب اینجاست که وقتی به صفحه فیسبوک همین افرادی که آدم را متهم, متهم به تعصب میکنه اونجا صفحه رو ببینی میبینه که بین که همه افراد از فعالیت های جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان حمایت میکنن و اونجا در مورد حقوق بشر گپ میزنن در اونجا حکومت پاکستان را متهم به اعمال تبعیض بر علیه پشتونها ها میکنن پشتونهای تحت ستم و محروم پاکستان را مستحق اعتراض میدانند که ما هم میگیم حق مسلمشان است همه باید به حقشان برسه و هیچ کس در تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان مورد تبعیض و توهین قرار نگیره اما در عین زمان همون حق شهروندی و سیاسی را همون حقوق بشر را که برای پشتونها در پاکستان قائل هستند به یک هزاره تحت ستم به یک تاجیک تحت ستم و به یک ازبک تحت ستم در افغانستان که در برابر به و نقص حقوق انسانی و شهروندیشان اعتراض میکنن قائل نیستند نه تنها که حمایت نمی کنند بلکه تهدید به قتل عام و کوچ اجباری هم میکنن واقعا جای تاسف است و هر کسی اعتراض کرد بلا فاصله مهر جاسوس بودن را به پیشانش کنند. منظورم عوام نیست کسانی که چنین ذهنیت در برابر اقوام دیگه دارند اکثرا پوهنتون،, پوهنتون رفتگی و پو هستند به قول مرا میگن فرق بین علیپور و طالب نیست اگر واقعا فرق نیست شما یک مورد را نشان بتین که حکومت عملیات با این حجم گسترده را که بر علیه علی پور انجام داده بر علیه طالبان انجام داده باشه حتی بر علیه داعش انجام داده باشه در یک جا نشان بتین که یک جنرال بلندپایه حکومتی گفته باشه که طالبا و حامیان طالبا را مثل سگ دنبال بکنید و در هر جا که گیرشان کردین با افتخار بکشید در یک مورد نشان بتین که مردم با این حجم بر علیه طالب و داعش بسیج شده باشد و خواستار دستگیری و محکمه شدن اونها باشد وجود نداره پس حتما یک فرق اساسی و بنیادی بین علیپور و طالبا هست اگر واقعا فرق نیست چرا در برابر جنایات طالبا که هر روز باعث مرگ های بیگناه و نیروهای امنیتی امنیتی و تخریب افغانستان میشن تخریب پولچک ها و تخریب دانشگاه ها و تخریب ساختمان ها میشن شما حساسیت نشان نمیدین اما در برابر علیپور همه تان یک صدا رگ گردن میپوندنید پس لابود یک فرق اساسی بین علیپور و طالب وجود دارد حال اجازه بتیم که یک چند مورد عمده تاریخی را مرور بکنیم بعدش ببینیم که در این وطن واقعا چه کسی متاسف هست اگرچه ممکن است همه در این موارد آگاهی داشته باشم، اما تکرارش لازم است تا بیشتر بفهمیم که چه کسی واقعا متاسب و قوم پرست و فاشست است و طرفدار پیشرفت و ترقی این ملک نیست یک در جنگ جهانی دوم نازی ها نازی های آلمان به رهبری ادولف هیتلر بزرگترین فاجعه بشری را خلق کردند بیش از 100 میلیون نفر کشته و زخمی و آواره شدند 6 میلیون از یهودی ها و چندین میلیون اسیر جنگی را قتل عام کردند سرانجام نازی ها شکست خورد آلمان با خاک یکسان شد و هیتلر خودکشی کرد امروز پیش بسیاری از آلمانه ها که نام هتلر رو بگیری رنگش از خجالت سرخ میشه و دوست نداره در موردش حرف زده شود همچنان در کانادا این آقا نخست وزیر جوان و با شعورش آقای جاستین چودا از زمان به قدرت رسیدنش تا حالا از مردم بومی اینویت ها و سیک ها و مهاجرین هندی که توسط اجداد سفید پستش مورد سوی رفتار قرار گرفته در ملای عام در چندین مورد معذرت خواسته هم به خاطر مسئولیت انسانی که احساس میکنه و هم به خاطر ایجاد اتحاد و همدلی بین کانادایی ها و تقویت حس وحدت ملی واقعی حالا بیاین ببینیم که در افغانستان در این کشوری با افتخار با قاتلین و متعصبین و فاشست ها و کسانی که مرتکب قتل و جنایت شدن چگونه برخورد نکنند این آدم را خو حتما میشناسیم بهتر بگم این حیولا در زمان حاکمیتش در دهه در دهه آخر قرن 19 در ضمن کشتار هزاران نفر از قبیله غلجایی ها غلجایی های پشتون هزاران نفر از نورستانی ها و از تاجیک ها و ازبک ها بیش از نیم از جمعیت یک گروه قومی را یعنی هزاره ها را قتل عام کرد نسل کشی کرد در واقع از سرهایشان کل ساخت ده ها هزار نفر را به بردگی گرفت و حتی با عنوان برده به بیرون از افغانستان هم فروخت از زمان جنایتشان تا حال بیش از یک قرن میگذرد و در این یک قرن حتی یک نفر پایین رتبه از دولت حتی یک نفر عادی مثل یک نویسنده یک هنرمند یک ملا نیامده که از جنایت های حولناک ضد بشری این موجود یاد کرده باشه و نیامده که از کسی معذرت خواسته باشه وقتی کسی اعتراض بکنه میگه خب تنها شما رو نمیدانم غلجای ها و فلان و فلان نمکشتن. خب هر کسی رو کشته ایشان یک قاتل است یک جانی هست یک جنایتکار است که مرتکب نسل کشی شده مرتکب قتل عام شده باید در برابرش اعتراض شود اما نه تنها که این جنایتکار خوناشام سبب خجالت هیچ کس نیست بلکه عکس این آدمکش قاتل جنایتکار را در دیوار ارگ ریاست جمهوری آویزان میکنند و از او به عنوان یک قهرمان هم یاد میکنن حالا شما بگوین چه کسی در این وطن متاسب است چه کسی ذهن و زمیرش مملو از دشمنی و نفرت و شقاوت بر علیه اخوان دیگه است دو در حکومت تاریک و قرن حجری طالبا طالبا در چندین مورد دست به قتل عام هزارها زدند مناطق هزار نشین را برای چندین ماه در محاصره شدید غذایی قرار دادن و یک ذره مواد غذایی در اون وقت مواد غذایی و دوا و درمان را اجازه نمیدادند که به این مناطق انتقال داده شود در اون مدت چقدر قدر انسان های هزاره از گرسنگی و از کمبود دارو از, بین از, از کمبود غذا از بین رفتن چه کسی آمد معذرت خواست چه کسی حتی اعتراض کرد هیچ کس بازم در زمان حکومت تاریک همین دوگمندشان طالب در شاهراه مسیر قندارغزنی چه تعداد از مسافرین هزاره که از یک سو با تحقیر و توهین و شکنجه از ایران رد شده بودند اونا را از موتر پایین میکردن و جلوی چشم بقیه مسافرینی که در موتر نشسته بود اونا را بر بسته میکردن حتی یک نفر از اون مسافرین غیر هزاره هم پایین نشد که اعتراض بکنه مجسمه های بوداره که یک آثار ارزشمند تاریخی به حساب می و میتونست که یک منبع درآمد بسیار خوب برای تمام افغانستان باشه همین حیوله منفجر کردند روی خود در پیشگاه تاریخ تمدن بشری سیاه کردن آیا کسی مذرت خواست؟ حتی 20 سال پس از تخریب مجسمه های بودا حکومت های کرزه و غنی هیچ گونه توجه و هیچ اقدامی برای باسازی اون مجسمه هایی که شوکت و شکوه تمدنی اون سرزمین بودن انجام ندادن حتی خارجی, ها را، خارجی هایی که میخواست مجسمه ها را بازسازی بکنه به با اونا اجازه نداد برای بازسازی خانه مولانا در بلخ برای حفظ و جلوگیری از خراب شدن منارهای حرات و غور و آثار باستانی در شهر غزنی هیچ کدام اقدام از طرف دولت صورت نگرفت اما برای بازسازی قصر دارالمان یک ساختمان بسیار عادی هست و هیچ ارزش تاریخی نداره میلیون ها دلار رو خرج کردن من هرگز نمیگم که قصر دارالامان باسازی نشود من میگم که چرا در تا این حد تنفر و دشمنی و عقده بر این ملک ملک نفرین شده در واقع حاکم است سه چند سال قبل در دوره اول ریاست جمهوری امین آقای غنی غنی احمدزی قرار شده بود که لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان مشهور به پروژه توتاب از طریق بامیان بگذرد همین آقا مانع شد اون هم به دلیل اینکه هزینه ساخت پایه ها از این طریق بیشتر میشه یک دلیل بسیار یک بهانه بسیار مزخرف و بی‌معنا در اعتراض به تصمیم حکومت مردم هزاره ماهها دست به اعتراضات مدنی زدند تظاهراتای میلیونی دایر کردند و خواستشان این بود که بگذارین همین لین برق از بامیان بگذارن همین آقای رئیس جمهور با لجاجت برخواسته از یک تعصب و تنفر قومی به جایی که به مطالب با مطالبه بر حق مردم که از یک راه مسالمت آمیز و مدنی مطرح شده بود گوش بده تظاهرات جنبش روشنایی را چند سال پیش با انتحاری پاسخ داد و بیش از صد جوان تحصیل کرده و بیگناه را کشته و زخمی کرد چی میشد اگر بخواستی اونا گوش میداد مگر بامیان جزوی از خاک افغانستان نیست مگر هزاره جزو مردم افغانستان نیست اما آقای رئیس جمهور با لجاجت و تعصبش حاضر شد که صدها جوان را به خاک و خون بکشند اما یک پروژه انکشافی را نگذاره که در مناطق هزارنشین اجرا شود حالا تو وجدانت بگو واقعا چه کسی در این سرزمین متعصب و قوم پرست و فاشست است چهار در دوره جدید یعنی پس از سقوط رژیم تاریک طالبا هزارها اولین مردمی بودند که تمام صلاح و مهمات خود در اسرع وقت و بلا عوض تحویل دولت دادند خواستن مثل آدم های متمدن و مدرن در صلح و امنیت و آرامش در کنار بقیه هموطنهای خود زندگی بکنند به درس و دانشگاه روی آوردن دیدین که چند نفر از همین میشرهای شما ناراحت شدن چیغ زدن که ناعادلانه است که دایکندی والا بیشتر از پکتی والا درس بخونن گرفتن ورود به دانشگاه های دولتی را سهمیه بندی کردن و جلوی هزاره ها را از رفتن به دانشگاه های دولتی گرفتن باز هم یک کم مکس کنید و تعقل بکنید و او وجدان خود به کمک بخواید واقعا چه کسی در این ملک نفرین شده متعصب است چه کسی من یا این کسایی که چنین کارهایی را میکنن پنج چند روز پیش وقتی که حمله, حمله اول بر بهسود صورت گرفت این جوان هزاره احساساتی شده بوده و به تمام قوم پشتون بعد و گفته که البته من ندیدم همه ناراحت شده حتی بسیاری از هزاره ها ازشان خواست که مذرت بخواهشان هم در ویدیو ظاهر شد و مرد مردانه از تمام قوم پشتون که توهین شده بود معذرت خواست که کار بسیار خوب و نیک و انسانی را انجام داد اما زدران یون و جنرال سادات و جنرال طاقت و امثالش که بارها و بارها غیر پشتونها را به خصوص هزاره ها را تهدید به کوچ اجباری قتل عام و نسل کشی کرده تهدید به ب... تکرار تاریخ کرده آیا کسی خم به ابرویش آمده؟ آیا کسی از این انسان نماهای بیمار و مریض خواسته که از هزارها ها مذرد چون مردم هزاره هم مردم افغانستان است چون مردم هزاره هیچ جنایت و خیانت بر علیه این سرزمین انجام نداده و مرتکب قتل دیگه اقوام نشده و نه پای کدام سند فروش افغانستان را امضا کرده اما یک سری انسان نماهای متعصب از تریبون پارلمان که خانه ملت هست و از موقف یک جنرالی که قرار است برای تمام مردم افغانستان کار بکنه و امنیت مردم بگیره مردم را تهدید به قتل عام میکنه هیچ کس هم ناراحت نمیشه خم به روی هیچ کس هم نمیاد و هیچ کسی هم اعتراض نمیکنن حالا بگو در این مملکت چه کسی و چه کسان واقعا متاسف هستند سخنرانی دردآور خانم انارکلی هنریار از هموطنان هندو باور ما را که دیدین این هموطنان ما که تا چند دهه قبل حدود 250 هزار خانوار در افغانستان در اقصانقات افغانستان زندگی می‌کردند، سرزمین خودشان کشور خودشان کشور آبایی خودشان هستند دیدن که اینها از دست این مردم چی کشیده بیایید همه ما و شما صرف نظر از تمام وابستگی های قومی و زبانی و نمیدانم چی و چی همه ما متحدانه در راستای بهبود و انسانی تر کردن این جامعه کار بکنیم باور کنید که به نفع همه ای ما و شماست تعصب فاشزم نفرت های قومی اینها به نفع هیچ کسی نیست این صد سال است که افغانستان به کل مردم افغانستان در, یک جهنم شکنجه میکنه و زجر میده بین برای ایجاد همدلی, همدلی و وحدت ملی فرهنگ مذرت خواهی را ترویج میکنه